أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. در این کریمه خدای سبحان با کسانی که نسبت به خدا کفر می‌ورزن خطاب دارد. اگر کسی اصل خدا را به عنوان خالق نمی‌پذیرد، این کریمه به عنوان برهان قائم می‌شود، به عنوان حکمت. و اگر مانند وثنیین حجاز اصل خالقیت خدا را قبول دارند ولی در ربوبیت شرک می‌ورزند، این آیه به عنوان جدال احسن است. و اگر اصل خالقیت و ربوبیت هر دو را قبول دارند منتها گرفتار معصیتند، این آیه به عنوان موعظه حسنه خواهد بود منتها در مقام کفر عملی. بیان ذالک این است که یک وقت الحاد یک ملحد در این است که اصل وجود خالق را نمیپذیرد، میگوید انسان روی تطورات طبیعت یافت شده است، نه مبدع فاعلی دارد نه مبدع غایی. کسی انسان را خلق نکرد و کسی انسان را از بین نمیبرد. رو تطورات حرکت یافت میشود و رو گذشت زمان از بین میرود. اگر این چنین بیندیشد، این کریمه برای او برهان است که کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا و احیاکم، یعنی هیچ موجودی خود به خود پیدا نمیشود. شما که مرده بودید، حیات که یک کمال وجودی است خود به خود پیدا نمی شود. نظیر آیه که دیروز مطرح شد که ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون قابل تقریر است. فرق بین ملحد و موحد این است که ملحد میگوید من مرده بودم زنده شدم، موحد میگوید من مرده بودم خدا مرا زنده کرد. حرف ملحد حیات است، حرف موحد احیا است. اونها اصل حیات را میپذیرند، میگن ما مرده بودیم زنده شدیم. خدا این فرمود شما مرده بودید خدا شما را زنده کرد. تمام نزاع در احیا و حیات است. اونها میگوین نموت و نحیا، قرآن میفرماید که یحییکم ثم یمیتکم، احیا و اماته به دست اوست. و این هم با بیانی که دیروز اشاره شد قابل تحلیل است. در سوره طور فرمود به این که شما که شرک می‌ورزید یا باید بگویید خود ساخته اید، یعنی بدون عامل خلق شدی، یا باید بگویید که نه خود ساخته نیستید، فعل فاعل دارد، فاعل فعل خود شما هستید، یا باید بگویید که فعل فاعل دارد و فاعل فعل مثل شماست، یا باید بگویید فعل فاعل دارد و فاعل فعل خدای سبحان است. از این چهار صورت بیرون نیست، سه صورتش محال است، یک صورت شب. خلاصه بحث دیروز در سوره طور این بود که فرمود ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، آیه 35 فرمود اینها که در باری ربوبیت خدا شرک می‌ورزن حرفشون چیست؟ ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. من غیر شیء یعنی من غیر سبب فاعلی، وگرنه سبب قابلی رو یک ملحد می‌پذیرد. سبب قابلی هم ماده است. یک انسان ملحد میگوید ماده با تطوراتش زنده میشود، نه ماده از پذیرش سبب قابلی از انکار دارد و نه الهی از قبول علت مادی ترفیع می‌بندد. خدای سبحان که میفرماید ام خلق من غیر شیء، یعنی شما بررسی کنید ببینید بدون فاعل خلق شدی یا فاعل دارید. اگر گفتید بدون فاعل خلق شدید، یعنی فعل فاعل ندارد، یعنی معلول علت ندارد، یعنی نظام علی را نپذیرفتید. اگر نظام علی را نپذیرفتید، راه برای اندیشه باز نیست. انسان وقتی میتواند بیاندیشد که نظام علی را قبول داشته باشد، یعنی بپذیرد که بین مقدمه و نتیجه ارتباط است، میشود از دو مقدمه یه نتیجه خاص گرفت. اگر یک چیز خود به خود یافت بشود، فعل بدون فاعل یافت بشود، این راه اندیشه انسان را میبندد. یعنی کسی نظام علت و معلول قبول نکند، این معناش این است که شی رو تصادف و رو بخت یافت میشود، نیازی به سبب ندارد. پس من غیر شی چیزی یافت نمیشود، این فرض اول باطل.
اگر قبول کردید که شما بدون فاعل خلق نشدی، حتما فاعل دارید، این فاعل شما یا خود شمایید یا مثل شما. اگر فاعل شما خود شما باشید که دور است، اگر فاعل شما مثل شما باشد که تسلسل است، اگر فاعل شما یک مبدعی باشد که لیسه که مثل هیشهی، پس ثبت المطلوب. این بهترین راه عقلی است، منتها بدون استمداد از اصطلاحات فلسفی. اگر خصم بگوید که لنا عن نختار الشق الاول، بگوید که آری ام خلق من غیر شیء، ما با چرا باید ابطال کنیم؟ خدای سبحان از اینا توضیح میخواد که ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. مادیه میگن بله خلق من غیر شیء، من غیر شیء یعنی من غیر سبب فاعلی، وگرنه سبب قابلی رو که میپذیرد، در پذیرش سبب قابلی انکاری ندارم. نه انکار سبب قابلی برای ملحدان سودی دارد و نه اثباتش برای یک موحد سودمند است. خب اگر ملحد آمد گفت لنا ان نختار الشق الاول و نقول خلق نام این غیر شیء، و چه باید گفت؟ جز آن است که رو نظام علی معلولی باید اثبات بکنیم به اینکه ممکن است فعل فاعل نخواد. یا اگر گفتن لنا ان نختار الشق الثانی که ام هم الخالقون، بله ما خودمون خلق کردیم، جز آن است که از راه ابطال دور و تسلسل باید مسئله خط پیدا کند. این همون براهین عقلی است، منتها بدون استفاده از اصطلاحات. اگر چون چه این کریمه محل بحث در سوره بقره که فرمود و کنتم امواتا فاحیاکم، ناظر به کسانی باشد که اصل خالقیت خدا را قبول ندارن، وزان این آیه، وزان آیه 35 سوره طور است و بحث حکمت است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. و اگر آیه محل بحث ناظر به مشرکین حجاز باشد و سایر وثنیین که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، یعنی در مقام ربوبیت اینها کفر دارن نه در مقام خالقیت، چون مشرکین حجاز و سایر بت پرست ها خدا را به عنوان خالق قبول داشتن که این نظام را خدا خلق کرد، انسان ها را هم خدا خلق کرد، که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. منتها خدایی که خالق انسان و نظام آفرینش است و از انسان مسئولیت نمیخواهد و انسان در تحت تدبیر او نیست، او را همه میپذیرند. خدایی که از انسان کار نخواهد، بر انسان تکلیف تحمیل نکند و انسان زیر پوشش تدبیر او نباشد، او را خب همه قبول دارند. این است که بت پرستا از پذیرش خدایی که خالق است و اما اله و رب نیست استنکافی نداشتند. اگر این آیه ناظر به مشرکین باشد، اونگاه می شود جدال احسن، چون خدای سبحان پیامبرش دستور داد که هم از راه حکمت دعوت کن هم از راه جدال احسن نور دعوت کن. اد اولا سبیل هم به کبل حکمته و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتیه احسن. این میشه جدال احسن. جدال احسن آن است که خدای سبحان بینا بفرمد که شما که قبول دارید که حیات و ممات به دست اوست، پس تدبیر به دست اوست. اگر حیات و ممات به دست اوست، او محیی و ممیت است، پس او مدبر است. اگر او مدبر است، فرمان و قانون او رو باید اطاعت کنی و او رو باید بپرستی. میشه جدال احسن. و اگر چون چه ناظر به کفر عملی باشد، این دیگر معناش وسیع است، یعنی اون جامعه کفر، هم کفر درباره خالقیت، هم کفر درباره ربوبیت، هم کفر در مقام عمل رو بگیرد، این میشه موعظه حسنه. این شامل همه مسلمین هم بشود. اونایی گرفتار معصیتن و معصیت یک نحو کفر عملی، این شامل همه خواهد شد. اومد این کیف تکفرونه میشود موعظه حسنه. کفر عملی همان است که در سوره آل عمران ذیل آیه حج مطرح شده است. در آیه 97 سوره آل عمران این است که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این کفر در مقام عمل است، نظیر همون چه که گر کسی حرف فقیه جامع الشریعت رد کرد یا حرف امام را رد کرد، نه امامت را انکار کرد، حرف امام را رد کرد، این میشه ارتداد عملی نه ارتداد اعتقادی. این که فرمود بر راد و علینا
کر راد علی الله، این در مقام کفر و ارتداد عملی است نه اعتقادی. اگر کسی اصل مسئله رسالت و امثال ذالک را معتقد نباشد، حساب دیگری دارد. اما اگر کسی حکم اینها را نقض کند، حکمی که یک فقیه جامع مشهد کرد را نقض کند، این یک رده عملی است، یک ارتداد عملی است، نه ارتداد اعتقادی. اگر کفر معنای جامعی داشته باشد، این گونه از مصادیق را هم بگیرد، آیه کیف تکفرون بالله مشهد موعظه حسنه. انسان رو خدا موعظه می کند، می گوید بینید که شما که سابقه موت داشتید، بعد احیای الهی نصیب شما شد، بعد شما رو اماته می کند، بعد احیا می کند، بعد رجوعتون به سمت خداست، چرا بیراه می روید؟ چرا حرف خدا رو گوش نمی دید؟ کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتن. این کیفه می تواند هم توبیخ باشد و هم در مورد تعجب ذکر بشود، چون تعجب از اسماء فعلیه بس نزاتیه. نظیر اونچه که در سوره آل عمران آیه 101 آمده است که و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، چگونه شما به خودتون اجازه کفر میدید با اینکه براهین الهی بر شما تلاوت میشود، معلم و مفسر خوبی هم که پیامبر باشد داری، هم پیامبر در بین شماست که مبین خوبی است، و هم آیات الهی بر شما تلاوت می شود که نور است، چگونه کفر می برزی؟ و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، تنها تلاوت نیست، مبینش هم هست، چون رسول خدا هم یتلو علیهم آیاتهی است و هم یعلمهم هست. این چه نیست که یک سلسله آیاتی بر شما تلاوت بشود مفسر نداشته باشید، آیات همراه با تفسیر و تبیین بر شما خونده می شود. و خدای سبحان پیامبر را به عنوان مبین و مفسر معرفی کرد، و تبین للناس ما نزل الیهم، اولین مبین و مفسر رسول خدا علیه السلام است و اهل بیت علیهم السلام هم چنینند. بنابراین این هم میتواند توبیخ باشد، هم زمینه تعجب که جا برای کفر نیست. چه اینکه در سوره عنکبوت مشابه این رو بیان کرد، فرمود اولم یرو کیفه یبدو الله الخلق ثم یعیدو این داره که علی الله یسیر. فرمود شما اگر بیندشه ببینید که این حیات و ممات به دست یک مبدأ است. حیات این چیه نیست که خود ساخته باشد، یه موجود خود به خود زنده بشود، و این چنین هم نیست که انسان رها باشد بعد از مرگ دیگر سخن از حیات مجدد نباشد. اگر خود بیندیشید هم میفهمید این حیات به دست خدایی است که حیات بخش است، و هم این مرگ به یک حیات دیگر ختم میشود، زیرا اون خدایی که حیات را به انسان داد یاوه و عبس خلق نکرد، عبس به انسان حیات نداد که انسان هر چه کرد. این طور نیست. یعنی شما اگر خوب بیندیشید مسئله روشن است و دیدنی است، که تعبیر به اولم یرو میکند، خیلی پیچیده نیست، منتها انسان باید کمی چشم باز کند. اگر چشم باز کرد مسئله به قدر روشن است که قابل دیدن است، اینقدر روشن است که این نظام یک خالقی دارد حیات بخش، و یک مرجعی دارد که انسان بعد از مرگ به سمت او رجوع میکند تا از پاداش کیفر یا بهرمند بشود یا گرفتار بشود. پس این ناظر به کیفه تکفرونه، که این کیفه یا توبیخ است یا تعجب، و تکفرونه هم میتواند جامع اقسام سگانه کفر در خالقیت و کفر در ربوبیت و کفر عملی باشد. اما این که فرمود کیفه تکفرونه بالله و کنتم امواتن، منظور از این اموات هم میتواند نطفی باشد که در اسلاب و ارحام هست، و هم میتواند ترابی باشد که قبل از نطفه است، گرچه در نطفه حیات های ضعیف و ذرات ریز جنداری هستند، اما اون حیات انسانی در نطفه نیست یا حیات انسانی در خاک نیست. خدای سبحان گاهی انسان رو به اون نقاط دوردستش احاله میدهد، میگوید اصلا شما چیزی نبودید. گاهی میگوید به اینکه چیز بودید ولی چیز قابل ذکر نبودید. بعد میفهمد ما شما کم کم از اون لاشی به شی آوردیم، از اون مرحله که شی بود شدید ولی قابل ذکر نبودید،
شما رو به مرحله آوردیم که دیگه حالا قابل ذکرید. اینا رو قدم به قدم خدای سبحان شما رو جلو آورد. در سوره هل اتی آیه اول می‌فرماید به این که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی روزگاری بر انسان گذشت که قابل ذکر نبود. این لم یکن شیئا مذکورا ظاهرا نفی به این قید و مقید تعلق می‌گیرد، یعنی شیئی که قابل ذکر باشد نبود، نه اینکه اصلا شیء نبود. شیئی که قابل ذکر باشد نبود، حالا یا تراب بود یا نطفه بود یا ماننده بود. از این مرحله جلوتر آن است که در سوره مریم بیان شد، آیه نهم سوره مریم، وقتی جریان زکریا سلام الله علیه را مطرح میکند و فرزند بخشی به اون حضرت را میفهمد بعد خلقت و که من قبلو و لم تکو شیئا، اصلا چیزی نبودی. پس یک مرحله بر انسان گذشت که لاشی بود، لم یستق علیه شی. یک مرحله دیگر بر او گذشت که لم یستق علیه انه شیء مذکور و این یستق علیه انه شیء. اونگاه خدای سبحان همه اینها را از اون لاشی به شیء آورد، از اون شیئی که غیر مذکور است به شیء مذکور آورد، کم کم به این صورت در آورد. کنتم امواتا فاحیاکم، اما اینکه فرمود خدای سبحان شما را زنده کرده است، حیات دار، این هر گونه نزاعی که بین ملحد و موحد باشد حل می کند. زیرا یک ملحد نمی تواند اصل حیات را انکار کند و نمی تواند با دلیل ثابت کند که حیات خود ساخته است و نمی تواند ثابت کند که چیزی دیگری هست که حیات را به انسان افاضه کند. فقط حرف میزند، گمان میکند، روی هوا سخن میگوید، روی برهان حرف نمیزند، برای اینکه نه اصل حیات قابل انکار است، نه وجودی بودن حیات قابل انکار است، نه اینکه این حیات مسبوق به عدم است این قابل انکار است، نه اینکه هر پدیده ای که موجود شد و هستی او عین ذات او نیست سبب میخواهد قابل انکار است، و نه اینکه سبب این پدیده خود انسان نیست قابل انکار است، و نه این که مثل انسان قادر نیست حیات را به انسان اعطا کند قابل انکار است. پس اگر کسی بگوید روزگار است که ما را زنده می کند، روزگار است که ما را می میراند و می پوشاند، این روی هوا سخن می گوید. قرآن کریم همه این مقاطع را بررسی می کند، لذا در سوره جاسیه نتیجه گیری می کند، می گوید اینا حرف اینا مبرهن نیست، اینا روی هوا حرف می زند. اینا که میگن نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، مال هم بذاله که من علم، نه عالمانه سخن نمیگویم. قبلش میفرماید افرعیت برای تقضی اله و هوا و ازله الله علی علم وحد و ختم علی قلبی و سمعه، بعد میفرماید بین که حرف اینها این است که میگوین ما هیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. اونگاه در ذهن میفرماید که و ما لهم بذاله که من علم، این حرف حرف عالمانه نیست. ما خود میمیریم، خود زنده میشویم، روزگار ما را میمیراند، روزگار کیه؟ منظورشون از این ده یعنی گذشت روزگار و مرور زمان که در ردیف علل قابلی است. روزگار یک موجود جدایی نیست که در انسان کار انجام بدهد. که در سوره جاسیه وقتی این مقاطع را تحلیل میکند میفهمد به این که حرفشون حرف علمی نیست. در آیه 24 سوره جاسیه همود وقالو ما هی الا حیاتنا دنیا، این ناظر به انکار معاد که جز دنیا نشئه دیگری نیست. ما هی الا حیاتنا دنیا نموتو و نحیا، یعنی بعضی از ما میمیریم بعضی از ما زنده میشویم و مانند. سخن از اماته و احیا نیست، سخن از موت و حیات است. نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، ما ممیتی هم نداریم که کسی ما را بمیراند، گذشت روزگار ما را فرسوده میکند، چون مرگ را هم یک زوال و نابودی میدونند. اونها انسان را مثل یک درخت میدونند که بعضی مدتی که سرسبز و خرم است پشمرده میشود و میپوسد و خاک میشود و خبری نیست. دید یک انسان مادی درباره بشر همان است که در باره یک درخت دارد.
یه چند سباهی سرسبز و خرم است، بعدش هم میبوسد و خاک میشود، نه پاداشی است نه کیفر. نون درختی که دارای میوه های شاداب بود بعد از پژمرده شدن کسی به او پاداش میدهد، نه درختی که در زمان سرسبزیش جز تیغ و خار بار دیگر نداشت کسی به او کیفر میدهد. یعنی مجرم و عادل یکسان است. این همان است که خدا میفرماید که افنجعل المسلمین کالمجرمین. این گروه حرفشون آن است که روزگار ما را از بین میبرد، یعنی به تدریج ما زنده میشویم و به تدریج میمیریم. عامل حیاتی در کار نیست که به ما حیات بدهد یا حیات را از ما بگیرد، ما را منتقل به نشئه دیگر بکند. و ما یهلکنا للدرک، در حقیقت در همون ردیف علل قابلی است. اونگاه خدای سبحان فرمود که به ما لهم به ذالک من علم. این حرف عالمانه نیست. شما کدام یکی از این مقدمات رو انکار دارید؟ از اینکه حیات امر وجودی است انکار دارید، یا اینکه امر وجودی سبب میخواهد انکار دارید، یا اون سبب باید واجد این فعل باشه کمال باشد و این کمال رو اعطا کند انکار دارید؟ کدام یکی از اینا رو انکار میکنید؟ ما لهم بذالک من علم این هم الا یظنون. اینا رو گمان و پندار سخن میگوید. قبلش هم فرمود افرایت من اتخذ الهه و هوا. اینا روی هوا سخن میگوین نه روی برهان. لذا تعجب بکنید که کیفه در قرون بالله بکنتم انواتا فاحیاکم، نگوید ما زنده شدیم. بدانید که شما را زنده کرد، نگوید میمیریم که شما را میمیراند. این حیات و موت به دست دیگری است. موت از این نظر که انتقال از یک نشعه به نشعه دیگر است عامل میخواهد. موت که عدمی نیست. انسان وقتی از نشعه دنیا رخت بر میبندد وارد نشعه برزخ میشود، یه حیات جدید است. این حیات جدید میلاد است و سبب میخواهد. از اون جهت که انسان این نشعه طبیعت را ترک میکند میگوین مرد، وگرنه مرد همون انتقال از دنیا و برزخ است. و این انتقال امر وجودیست، یک ناقل میخواهد. منتها اون چهرهش که به دنیا ارتباط دارد موت است، اون چهرهش که به برزخ ارتباط دارد حیات است. در حقیقت موت حیات است، نه اینکه موت زوال و نابودی باشد. این هجرتی که از عالم طبیعت دارد اینجا، از این جهت ما از او به موت و زوال تعبیر میکنیم، وگرنه موت هم یه امر وجودیست. اونگاه خلق الموت و الحیات معناش روشن خواهد شد. پس اگر کسی این چنین بپندارد که خود به خود میمیرد و خود به خود زنده میشود، سخنی عالمانه نگفت. و این کلیمه میفرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیا. مسئله موت قبلی که اون هم باز به دست خدای سبحانه است فعلا مطرح نیست. اون چه که فعلا مطرح است این است که حیات انسان به احیای الهی است و موت انسان هم به اماته الهی است. اگر این بخش اول و قسمت دوم آیه روشن بشود، بخش سوم و چهارم هم روشن خواهد شد. چون مسئله برزخ و مسئله قیامت و مسئله حساب در پایان این آیه جزء بخش سوم و چهارم قرار دارد. اگر خدایی هست که حیات و ممات به دست اوست، اگر این حیات را خدا می بخشد و این ممات را خدا منتقل می کند از انسان را از عالمی به عالم دیگر، اون خدای حکیم کار عبث ندارد. چون کار عبث ندارد، بعد از موت پس یه حیات دیگری هست، یه رجوعی دیگری. اگر ثابت بشود که انسان با احیای الهی حیات پیدا می کند و با اماته الهی می میرد، مسئله برزخ و قیامت هم روشن می شود. لذا فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. البته فاصله است بین احیا و اماته، لذا با ثم یاد کرده است. فاحیاکم ثم یمیتکم، بنابراین نه جای یحیین الدهر است نه جای یهلکون الدهر. روزگار یعنی گذشته زمان خود مانند موجودات دیگر نیازی به عامل دارد. اینها که دهری هستند با دهر رو معنا کنند،
جز گذشته روزگار چیز دیگری که به نام دهر نیست. اینو در سوره طور مشخص شد همون به اینکه آسمان زمین رو کی خلق کرد، این دهر کی خلق کرد. اگر میگویید که نه، دهر یک موجودی است جدا و هستی دارد و هستی او عین ذات اوست، پس به یک واجب الوجود معتقد شدید. اگر دهر همون گذشته روزگار است که طبیعی و مادی بران است، خود گذشته روزگار جزء مخلوقات است، کی او را خلق کرد؟ خود زمان را کی خلق کرد؟ زمانی که از حرکت یک جرمی به دور جرم دیگر پیدا می شود، او را کی خلق کرد؟ یا از حرکت یک شی در درون خودش پیدا می شود، او را کی خلق کرد؟ در سوره طور همونطور که درباره انسان ها سوال کرد، فرمود ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، درباره مجموعه نظام آسمان و زمین سوال کرد، فرمود ام خلق السماوات و الارض، این مجموعه را کی خلق کرد؟ اگر چونچه انسان به جایی برسد که هستی او عین ذات اوست، به نتیجه رسید و اون خداست. اگر چیزی هستی او عین ذات اوست، یعنی هستیش نامحدود. اگر هستی نامحدود بود، همه کمالات را دارد، چون اگر بعضی کمالات را فاقد باشد، هستیش محدود است. قهران علم و حکمت هم دارد، اونگاه خدای علیم و حکیم به انسان حیات میدهد و انسان را منتقل میکند. مرگ معنی انتقال است. اگر انسان را به جای منتقل میکند، اونگاه بحث در جایگاه است که اون جایگاه کجاست، چون اماته معنی انتقال است، نه اماته معنی ازاله و تفوید. ثم یمیتکم یعنی ثم ینقلکم من موتن الی موتن آخر. اگر این بخش از آیه حل بشود، اون بخش سوم و چهارم که ناظر مسئله برزخ و قیامت است روشن میشود، یعنی خود به خود بحث ما را به اونجا میکشوند. چون ثم یمیتکم یعنی ثم ینقلکم من موتن الی موتن آخر، اونگاه قهرن این سوال پدید میاد که اون موتن کجاست. چون ثم یمیتکم نه یعنی ثم یفنیکم و یعدمکم، بلکه ثم ینقلکم من موتن الی موتن آخر. اونگاه طبعا مسئله برزخ و مسئله قیامت کبرا به دنبال مسئله حیات منظما چیده شده است. لذا در یک آیه فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این ثم ثمها نشانه و پیوست بحث است. اگر ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که خدا شما را حیات داد بعد شما را میبرد، نه شما را نابود میکند بلکه شما را به جایی میبرد، قهرن سوال اونجاست، اونجا کجاست. قهرن مسئله برزخ و قیامت هم کم کم روشن خواهد شد. اماته است، اماته یعنی نقل. اگر در تعبیرات دینی آمده است که تنتقلون من دار الی دار، یعنی شما از موتنی به موتن دیگر منتقل میشوید، یعنی مرگ نابودی نیست. قهرن اماته همون نقل است، خدای سبحان شما را از موتنی به موتن دیگر نقل میدهد. اون وقت اون منقول اله میشه برزخ، دنباله برزخ قیامت کبرا. این تناسب صدر و ذیل آیه است. این چنین نیست که کسی بگوید از باب تسعیر در اثناء مخاصم است. خدای سبحان چگونه در اثناء بحث کسی که درباره اصل مبدع شک دارد راجع به برزخ و قیامت سخن میگوید؟ اگر کسی این چنین بپندارد که ملحد یک انسان مادی اصل مبدع برای او زیر سؤال است، چه رسد به برزخ و قیامت؟ اونگاه با یک بیان مبدع حکیم قدیر ثابت می شود. این حکیم قدیر برای نابودی انسان را خلق نمی کند، انسان را نمی آفریند که هر چکت بعد مثل درخت بپوسد بفرسوده بشود، صدا خلق بکند. این چنین نیست. کیف تکفرون بالله، الله یعنی اون حقیقتی که همه این کمالات رو داراست. او شما را حیات داد و بعد از حیات به جای دیگر میبرد. البته گرچه درباره شهدا این وارد شده است، اما درباره همه انسان ها این چنین است. ولا تحسبن الذین ماتوا زالوا و عدموا، همه اینها پیش خدایان، منتها بعضی عند الله هم مرزوقن حیان ماند شهید از نعمات برخوردارن، بعضی اند خدای قهار منتقم گرفتار عذابن. ولی همه اند الله هم. همه اند اسماء الله هم. بعضی در حدی هستن که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، بعضی هستن که از
کمال و لطف الهی برخوردار است، نظیر اون چی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از جریان جنگ بدر بالای غلیب به چاه رفت، به کشته های مشکین خطاب شد که هل وجدتم با وعدکم ربکم حقا، به حضرت عرض کردن با مرده ها سخن میگوید، فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، شما حرفان من رو بهتر از اینها نمیشنوید، اونا میشنوند که من چی میگم. حضرت به مشکین خطاب شد، فرمود دیدی حق با من بود، یافتید اون چه من میگفتم. انسان بعد از مرگ مییابد اون چرا که انبیا فرمودن. بنابراین اگر تلیعه بحث روشن بشود که سخن از احیا و اماته است نه موت و حیات، و اماته هم نقل از یک موتن است به موتن دیگر، قهرن مسئله برزخ و مسئله قیامت خود به خود روشن میشود. اون چه که در این آیه مطرح است این است که تناسب صدر و ذیل آیه که خدای سبحان چگونه با یک ملحد هم مبدع را اثبات بکند هم معاد را اثبات بکند، تناسبش روشن بشود اولا. و آیا این آیه با آیه که ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین هم سیاق است یا نه؟ این دو بسیاری از بحث‌هایی که مربوط به تطبیق این آیه سوره بقره با ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین در تفسیر طبری است، گوشی از این هم در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی است، بعد هم در امین الاسلام در مجلس ذکر کرده و سید نرسه رضوان الله علیه نظر نهایی خوبی دارند.